سرخط خبرها. بازداشت یک شهروند ایرانی در سوئد، اتهام جنایت علیه بشریت و کشتار زندانیان سیاسی در سال 67. شروع اولین جلسه علنی تحقیق درباره استیضاح رئیس جمهوری آمریکا. سفیر آمریکا در اوکراین به عنوان اولین نفر شهادت می‌دهد. دومین روز حملات هوایی اسرائیل به غزه، دست کم 23 فلسطینی طی 2 روز کشته شدند. و تعطیلی بخش‌هایی از هنگ کنگ با ادامه درگیری‌ها بین معترضان و پلیس. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. دادگاهی در سوئد حکم بازداشت یک ایرانی را تمدید کرده تا شاکی‌های پرونده بتوانند مدارک بیشتری علیه او جمع کنند. حمید نوری مظنون به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 در ایران است. انتظار می‌رود که در صورت اثبات این موضوع در دادگاه او به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شود. دادگاه امروز با بررسی شواهد بازداشت آقای نوری را به مدت یک ماه تمدید کرد. ایرج مستاقی شاهد و کاوه موسوی شاکیان این پرونده میگویند که حمید نوری با نام مستعار عباسی دادیار زندان گوهردشت بوده. گوهردشت از جمله زندان‌هایی بوده که تعدادی از اعدام‌ها در آن انجام شد. این اولین بار است که یک ایرانی به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 بازداشت می‌شود. ایرج مستاقی از زندانیان سیاسی دهه 60 و از شاهدان این پرونده از استکهلم با ماست. آقای مستاقی، شما تحقیقات زیادی درباره این پرونده انجام دادید. چی شد که آقای نوری دستگیر شد؟ ایشون به اتهام مشارکت در کشتار 67 دستگیر شدند و از قبل این پرونده تشکیل شده بود در سوئد. شواهد لازم، اسناد و مدارک ارائه شده بود به دادستان. به همین دلیل دادستان به این مسئله واقف بود و به همین دلیل بود که ایشون حکم دستگیری او رو صادر کردن هنگام ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم در روز شنبه 9 نوامبر. ایشون دستگیر شدند و از همون موقع در بازداشت بودن. امروز قاضی دادگاه 4 هفته دیگه بازداشت رو تمدید کرد. طبق قوانین سوئد این برای اولین بار همین 4 هفته رو تعیین میکنن. این یک پیروزی بزرگ برای ما هست و برای همه کسانی که برای در واقع عدالت مبارزه میکنن. در هر صورت پرونده ایشون رو ما از قبل در تحت نظر داشتیم. ایشون بارها به اروپا سفر کرده بودن، به آلمان سفر کرده بودن و در سفر اخیرشون هم ویزای شنگن ایتالیا رو داشتن و ویزای مالتیپل بوده، 1 ساله هم بوده و به سوئد اومدن و در بعد ورود دستگیر شدن. این رو هم باید خدمتتون عرض کنم که ایشون در ایران هم از طرق مختلف ماها بود که تحت نظر بودن و در هر صورت ما موفق شدیم که او رو در استکهلم دستگیر کنیم. گفته شده که ایشون متهم به جنایت علیه بشریت هستن. شما که درباره فعالیت‌های ایشون تحقیق کردید، می‌خواستم به ما بگید که چه کارهایی می‌کردن ایشون به عنوان دادیار در زندان گوهردشت؟ بله، ببینید، اصولا برنامه ریزی کشتار 67 توسط آقای ناصریان که امروز با نام شیخ محمد مقیس قاضی ارشد نظام اسلامی هستند و آقای حمید نوری یا حمید عباسیان صورت میگرفت، چون اینها زندانیان رو میشناختن و اینها بودن که پرونده رو تهیه میکردن، زندانیان رو انتخاب میکردن و همچنین اولویت بندی میکردن چه کسانی زودتر نزد هیئت برده بشن. و از اونجایی که هیئت گاه شناخت لازم رو نسبت به زندانی نداشتن، اینها بودن که تلاش میکردن اونها رو به این نقطه برسونن که حکم اعدام زندانی رو صادر بکنن. او یکی از فعالترین افراد بود. خود او کسی بود که هر بار اسامی تعدادی رو میخوند و به پاسدارایی که در اون راهروی مرگ حضور داشتن تاکید میکرد اینها رو به بندشون منتقل کنید. این کدی بود بین اونها، یعنی که اینها رو ببرید به محل اعدام و اونها رو به اعدام کنید. و بحث دیگه این که
ایشون در خود راهروی مرگ بعد از هر بار اعدام شیرینی تقسیم میکرد، کیک تقسیم میکرد، گاه برای اینکه فشار بیشتری روی ما بیارن به ما هم تعارف میکردن و به لودگی و مسخرگی میگفتن دهنتون رو شیرین کنید. ایشون خودشون شخصا در اعدام ها حضور داشتن. وقتی که یک عده‌ای رو میبردن برای سالن آمفی‌تئاتر و در اونجا دار بزنن، اعضای هیئت کشتار 67 و پاسدارانی که در اونجا بودن همگی همراه با اون عده در پی اونها به راهروی مرگ میرفتن و در اونجا حضور پیدا میکردن. ایشون به شخص خود من در روز 22 مرداد ماه تاکید کرد و پاسدارای دیگه البته که لگد آخر رو توش کمت خودم خواهم زد، به خاطر اینکه اب زندانیا رو روی حالا یا صندلی یا یک نیمکتی قرار میدادن و بعد اینها میرفتن و با لگد روی شکم زندانی میزدن و اونها از روی صندلی پرت میشدن و به این ترتیب دار زدن. میخواستم شما که در دادگاه حضور داشتید آقای مصداقی، میخواستم که به ما بگید که چقدر از این اتهاماتی که الان اینجا مطرح کردین در دادگاه بهش اشاره شده و پاسخ آقای نوری چی بوده؟ ما در زمانی که فقط اتهامات ایشون رو مطرح کردن حضور داشتیم، در زمانی که بررسی میشد ما حضور نداشتیم و در زمانی که حکم رو اعلام کردن باز ما دوباره در اونجا حضور داشتیم. در هر صورت همه جنایتکاران انکار میکنن گذشته خودشون رو، ولی شواهد لازم و مدارک لازم برای محکومیت ایشون وجود داره، به همین دلیلی که دستگیر شده و این خبر بسیار بزرگی، موفقیت بسیار بزرگی برای عدالت خواهان، برای عدالت، برای پیروزی به مردم ایران تبریک میگم، به همه مادران، به همه پدران، به همه داغداران، به همه همسران و فرزندان جان باختگان تبریک میگم، به مردم ایران تبریک میگم و امیدوارم تلیعه باشه برای موفقیت های هرچه بیشتر. خیلی ممنونم ازتون ایرج مصداقی. از زندانیان سیاسی دهه 60 باید اضافه کنم که اتهاماتی که درباره آقای حمید نوری وجود داره هنوز اثبات نشده. ایشون به مدت یک ماه بازداشتش تمدید شده برای اینکه مدارک بیشتری درباره اتهاماتی که علیه ایشون هست ارائه بشه. بریم به آمریکا. امروز اولین جلسه علنی تحقیق درباره استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار شده. آقای ترامپ متهم است که از دولت اوکراین برای افزایش شانس پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری آینده درخواست کمک کرده. آقای ترامپ این اتهام را رد کرده. قرار است که برای اولین بار گفتگو درباره تمامی مدارک و شواهد مورد استناد به صورت زنده از تلویزیون پخش شود. سام فرزانه خبرنگار ما از کنگره آمریکا با ماست. سام، مدتیه که این جلسه شروع شده، چی میدونیم از صحبتهایی که تا حالا مطرح شده؟ بذارید از اینجا شروع بکنم که الان حدود یک ساعت و نیمه که این جلسه شروع شده، اما فقط چند دقیقه است که پرسش و پاسخ رسیدیم به پرسش و پاسخ. روند جلسه‌های شبیه به این خیلی خیلی در آمریکا کند پیش میره. اول رئیس کمیته که از حزب دموکرات هست صحبت کرد، بعد رهبر جمهوری خواهان در این کمیته خاص، کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان صحبت کرد و بعد نوبت به این رسید که هر کدوم از دو شاهدی که امروز قرار صحبت بکنن صحبت‌های اولیه‌ای خودشون رو ارائه بدن. نکته جالبی که در مورد یکی از این دو نفر وجود داره که بیشترین وقت رو هم تا حالا اون گرفته، شد حدود 45 دقیقه است که داشت صحبت می‌کرد، سفیر پیشین آمریکا در اوکراین که الان البته میشه سرپرست موقت سفارتخانه آمریکا در اوکراین، فردی است به نام بیل تیلور. دهها در وزارت خارجه آمریکا بوده، مناصب مختلفی داشته، حتی قبلا هم کسی بوده که مثلا در جنگ ویتنام بوده. این فرد انگار لحظه به لحظه زندگی خودش رو، زندگی کاری خودش رو انگار می نوشته، دونه دونه تاریخ ها رو داد که در چه تاریخی با چه کسی صحبت کرده، چه چیزی شنیده و بعد حاصل این که چه حاصلی گرفته از این جزئیاتی که داده. شاید البته الان شما تصاویر زنده رو می بینید، این فردی هست که عینک داره، یکی از دو شاهدی که عینک داره و به سوال ها پاسخ میده. این فرد نتیجه‌ای که میگیره اینه که میگه که سیاست آمریکا در قبال اوکراین دو تا سیاست مجزا بوده. یکی سیاست معمولی و همیشگی آمریکا بوده که از طریق اون و
کسانی که در وزارت خارجه هستن مناسبی دارن اونها داشته اعمال می شده. یک خط جدای هم بوده که اصلا به صورت خصوصی توسط وکیل شخصی دونالد ترامپ داشته اعمال می شده، یعنی اینکه سیاست هایی که آقای ترامپ دوست داشته. مثلا چی؟ مثلا اینکه بره تحقیقات انجام بشه در مورد پسر رقیب اصلی او در انتخابات سال آینده. جو بایدن میدونیم که در دوره باراک اوباما معاون رئیس جمهوری بوده، پسری داره که اون پسر در یک شرکت انرژی کار میکرده در اوکراین. آقای ترامپ خیلی مصر بوده که ببینه که چه کار خلافی میشه در مورد این، یه پرونده‌ای در مورد این پیدا کرد تا بتونه اون رو رو بکنه، احتمالاً در انتخابات به دردش میخورده. آقای تیلور چی میگه؟ میگه که یکی از کارمندان او شنیده که آقای ترامپ پای تلفن چنان بلند صحبت میکرده با سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا که او هم شنیده، گفته من هیچ چیز برام مهم نیست، همه چیز قطع میشه در مورد اوکراین مگر اینکه رئیس جمهوری اوکراین اعلام بکنه که تحقیقات درباره پسر جو بایدن رو شروع میکنه. نفر دوم رو هم بگم که امروز شهادت داد، فردیه که با پاپیون در تصویر میبینیدش. او یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا است که اصلا مسئول همین کشور اوکراین، اوکراینی بلد صحبت بکنه، روسی بلد صحبت بکنه، چند دهه است، اونم نزدیک 3 دهه است که در وزارت خارجه آمریکا. اون هم صحبت کرد و اون حالا اومد یه بخش دیگه ماجرا رو گفت. گفتش که بله، حالا پسر آقای بایدن توی این شرکت بوده و گفت که زمان آقای اوباما این فرد جورج کنت به نظرش رسیده که چندان مناسب نیست، کشوری که با مسائل مختلف فساد داره دست و پنجه نرم میکنه، اون وقت پسر معاون رئیس جمهوری هم توی مثلا هیئت مدیره اون شرکت باشه. گفت که این مسئله رو مطرح کرده بوده با دولت اون زمان، اما خب تغییری یا حاصلی هم نبوده. اما در ضمن این رو هم گفت که هیچ شاهدی وجود نداشته چه اون زمان چه الان که بودن پسر آقای بایدن در اون شرکت باعث شده که مثلا دولت آمریکا در اون زمان و به خصوص خود آقای بایدن تلاشی کرده باشن برای تغییر دادن شرایط در برای اون شرکت به نفعشون، حالا یا به ضررشون یا هر چیزی. گفت که به هر حال این وجود نداشته، اما احتمالا این چیزی نیست که جمهوری خواهان میخواستن بشنون. ممنونم از اسامه و فرزانه از کنگره آمریکا با ما. باز هم در آمریکا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای دیدار با دونالد ترامپ وارد واشنگتن شده. این سفر در حالی انجام می شود که روابط دو کشور به خاطر عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و همینطور خرید سامانه پیشرفته پدافند هوایی از روسیه دچار تنش است. ترکیه از هر زمان دیگری به روسیه نزدیکتر شده و واشنگتن آنکارا را تهدید به تحریم کرده و کنگره کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخته. دیدار امروز آقای اردوغان با آقای ترامپ با هدف کمرنگ کردن کدورت‌های هفته‌های اخیر انجام می‌شود. خشایر جنیدی از کاخ سفید با ماست. خشایر، دیداریه که مدتی پیش اعلام شده بود و همه منتظرش بودن. همینطور هست. دیدار بسیار مهمی است با توجه به اینکه سطح تنش بین آمریکا و ترکیه، دو متحد قدیمی، دو عضو ناتو، به سطح قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده و میدونیم که آقای اردوغان رو هرچند با آقای ترامپ رابطه خوبی داره و امروز قرار هست دیدار داشته باشند، کنگره چندان دلخوشی از آقای اردوغان نداره و هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان در کنگره نگرانی‌های زیادی دارن نسبت به ترکیه و آقای اردوغان و سیاست‌هاش و اونها منتظرن ببینن که از دل این دیداری که قرار هست تا ساعتی دیگر در کاخ سفید، یعنی اینجا آغاز بشه، چه خواهد اومد. نگرانی های به خصوص در مورد سوریه نگران هستند، در مورد روابط و رویکرد آقای اردوغان با کردهای سوریه نگرانی دارن و همینطور در مورد خریدهای تسلیحاتی عمده ترکیه از روسیه در رابطه با سیستم پدافند هوایی. چقدر با این حساب امیدواری وجود داره که اختلاف بین دو طرف کاهش پیدا کنه؟ من از یکی دو تا از خبرنگارایی که از ترکیه با آقای اردوغان به اینجا اومدن الان پرسیدم که اتفاقا چقدر امیدوارید، جواب مشخصی ندادن، گفتن واقعا نمیدونیم چی بگیم. بخش عمده ایش بستگی داره به سطح روابط و اون درکی که بین آقای اردوغان و آقای ترامپ وجود داره. هر دو نفر به نظر میرسه که یک حالت احترام و علاقه ای به هم دارن، ولی این صرفا رابطه دو نفره اینهاست و این رو نمیشه تعمیم داد به حاکمیت اینجا در آمریکا. آقای اردوغان اینجا با نگرانی‌های عمده و خواسته‌های عمده اومده. یک،
بحث شمال سوریه براش بسیار مهم هست. دیروز قبل از اینکه آنکارا رو ترک کنه صحبت از این میکرد که آمریکا و روسیه به تعهدات خودشون در قبال اون توافقی که آمریکایی‌ها داشتن برای اینکه ترکیه عملیاتش رو متوقف کنه عمل نکردن و هنوز شبه نظامیان کرد در مناطقی از نزدیکی نوار مرزی حضور دارند. و از سوی دیگر صحبت از این میکرد که ترکیه و آمریکا نیاز دارن به یک درک تازه‌ای از مسائل امنیتی برای ترکیه برسن، که منظورش همون شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق کرد هست که در قالب نیروهای دموکراتیک سوریه عمل میکنند، نیروهای متشکل از عرب‌ها و کردها. ترکیه اینها رو به اصطلاح یک زیرمجموعه پکیکه میدونه، اینها رو یک گروه تروریستی میخواد بدونه و میخواد آمریکا با اینها همکاری نکنه. یکی از نگرانی آقای اردوغان این هست که فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه که کنگره ازش دعوت کرده به واشنگتن بیاد، به واشنگتن نیاد و آقای ترامپ هم با او دیدار نکنه. آمریکایی ها هم نگرانی های خودشون رو دارن. خرید سیستم پدافند هوایی S-400 از روسیه موضوعی بوده که آمریکایی‌ها از اول به شدت باش مخالفت کردن. کنگره یک قانونی رو گذرونده که میتونه منجر به تحریم ترکیه بشه. آقای ترامپ، آقای اردوغان میخواد سعی کنه که در این دیدار بحث رو از تحریم ترکیه دور کنه و فقط هم بحث سر عملیات در سوریه یا خرید تسلیحاتی نیست. هالکپانک ترکیه هم هست که متهم به دور زدن تحریم های ایران هست. پرونده‌اش در دادگاه مفتوح هست. اگر حکمی صادر بشه جریمه بسیار سنگینی میتونن علیه این بانک وارد کنند که تأثیرش رو در ارزش لیر خواهیم دید و آقای اردوغان سعی خواهد کرد که این پرونده رو هم به نحوی سعی کنه که مختومه کنه یا اینکه سعی کنه مجازات که تعیین میشه رو درش یک مقدار اعمال فشار، اعمال نفوذ کنه. ممنونم از خشایر جنیدی از مقابل کاخ سفید با ما. در افغانستان دست کم 12 غیر نظامی در انفجار صبح امروز در کابل کشته شدند. 20 نفر از جمله 4 خارجی هم زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان گفته حمله با استفاده از یک خودروی بمبگذاری شده صورت گرفته. مسئولیت این بمبگذاری را هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته. روینه رهنوش از کابل گزارش می‌دهد. اینها از کودکان دانش آموز باقی مانده‌اند. کودکانی که زمان وقوع حمله از اینجا رد می‌شدند. وزارت داخله گفت هدف حمله خودروی مربوط به یک شرکت امنیتی خارجی بوده. انفجار در اینجا رخ داده. وضعیت موتور یا خودرویی که هدف قرار گرفته این گونه است. لکه های خون را هم میشه در روی جاده دید و پنجره و شیشه های ساختمان های دوروبر به گونه کامل فرو ریختند. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت افغانستان انس حقانی را آزاد کرد. انتقاد مردم شدت گرفته. بالاترین جنایتکارای دنیا دین روز رها میشن در بدل کردیت گرفتن، در بدل مقام گرفتن و در برابر که ما به قدرت و به چوکی برسیم. آقای غنی 3 شخص که مربوط به حقانی بود و طالبا بود به خاطر ای که یار رها نمود و تا بتوانه همو استادای دانشگاه امریکایی را رها کنه. آیا خون یک افغانستانی سفید است و خون آنها سرخ است؟ آخرین انفجار مشابه واقعی امروز در کابل حدود 2 ماه پیش شده بود. انفجاری که در آن 12 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی کشته شدند. روین رهنوش، BBC، کابل. مقامات فلسطینی میگویند در حملات هوایی امروز اسرائیل دست کم 13 نفر کشته شدند. در پاسخ حدود 300 راکت از غزه به اسرائیل پرتاب شده. از دیروز دست کم 23 فلسطینی از جمله یک فرمانده گروه جهاد اسلامی و همسرش در نوار غزه کشته شدند. پرهام قبادی گزارش میدهد. طی 2 روز حمله هوایی اسرائیل به غزه 10 فلسطینی کشته شدند. اسرائیل میگوید حملات را برای کشتن یک فرمانده گروه جهاد اسلامی در نوار غزه شروع کرده. در پاسخ باران موشک از غزه به سمت اسرائیل که تلفات جانی نداشته. اسرائیل میگوید سامانه دفاعی گنبد آهنینش 90% راکت ها را رهگیری و از بین برده. شدیدترین درگیری ماه‌های اخیر دیروز شروع شد با کشتن ابو عطا، فرمانده گروه جهاد اسلامی که مورد حمایت ایران است. این گروه در پاسخ صدها راکت به سمت اسرائیل پرتاب کرد.
راکت در برابر مجهزترین ارتش خاورمیانه با پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی. ارتش اسرائیل میگوید به شبه نظامیان جهاد اسلامی حمله میکند، نه غیر نظامیان. اسرائیلی‌ها دروغ میگن، این خونه منه، سه طبقه بود، نابود شد در طول شب. این محل نظامی نیست، این خونه 8 نفر آدمه. پس از آرامش 6 ساعته، طوفان موشک از امروز صبح زود به مرکز و جنوب اسرائیل دوباره شروع شد. نخست وزیر اسرائیل تهدید کرد حملات جهاد اسلامی را تلافی میکند. ما به دنبال افزایش تنش نیستیم، ولی به هر حمله علیهمون با حمله خیلی شدید پاسخ قاطع میدیم. فکر کنم جهاد اسلامی بهتر همین الان این رو بفهمه قبل از اینکه براش خیلی دیر شده باشه. دونالد ترامپ که روابط گرمی با اسرائیل و بنیامین نتانیاهو دارد، هنوز نظری نداده. تنها نامزد دموکرات ریاست جمهوری که تا این لحظه اظهار نظر کرده، جو بایدن معاون اول باراک اوباماست در حمایت از اسرائیل. اسرائیل حق دارد از خودش در برابر تهدیدهای تروریستی دفاع کند. غیر قابل تحمل است که اسرائیلی‌ها باید در ترس دائم از حملات موشکی زندگی کنند. به همین خاطر دولت ما از گنبد آهنین که زندگی‌ها را نجات می‌دهد، چنان حمایت سرسختی می‌کرد. تانک‌های اسرائیلی هم در مرز غزه سفارایی کردند. در مرزی که بیش از یک سال و نیم از شاهد تظاهرات فلسطینیان است. اسرائیل در این مدت بیش از 210 فلسطینی را در اعتراضات مرزی کشته. در غزه برای دومین روز مدارس، ادارات و کسب و کار تعطیلند. فشاری دیگر بر وضع بد اقتصادی منطقه کوچک که دارای یکی از بیشترین میزان تراکم‌های جمعیت در جهان است و تحت محاصره هوایی، دریایی و زمینی قرار دارد. در جنوب اسرائیل هم مدارس تعطیل شدند. برای بنبست مسئله اسرائیل و فلسطینیان فعلا کلید راهگشایی به نظر نمی رسد. پرهام قبادی، بی بی سی. تظاهرات گسترده در هنگ کنگ برای روز سوم بخشی از این شهر را به حالت تعطیل درآورده. تظاهرکنندگان و پلیس باز هم با یکدیگر درگیر شدند و در مرکز شهر کارمندان ادارات هم به تظاهرکنندگان پیوستند. بانک‌ها و بسیاری از ایستگاه‌های مترو بسته است و دولت اعلام کرده که به علت ملاحظه‌های امنیتی دانشگاه‌ها و مدارس هم برای 3 روز آینده تعطیل خواهند بود. تظاهرکنندگان خواهان حق انتخاب آزاد رهبران منطقه خودمختار چین هستند. کسرانوچی خیابان‌های مرکز شهر هنگ کنگ امشب هم ناآرام است. تظاهرکنندگان که خواهان عدم دخالت چین در امور داخلی هنگ کنگ هستند، اینجا و آنجا راهبندان ایجاد کردند. تا یه روز زد و خوردها و جنگ و گریزهای خشونت‌آمیز بین تظاهرکنندگان و پلیس اینجا در مرکز شهر و بعضی از محلات دیگر هنگ کنگ را به حالت نیمه تعطیل درآورد. تظاهرکنندگان بعد از 6 ماه تظاهرات در روزهای آخر هفته، حالا اعتراضشان را به روزهای کاری هفته هم کشیدند و به محلات دیگر شهر برای پراکنده کردن نیروهای پلیس. اینجا پلیس و تهدید کارمندان ادارات، بانک‌ها و مغازه‌ها که از تظاهرکنندگان حمایت کردند. با شعارهایی در حمایت از مبارزه و مقاومت، نشانی از حمایت مردمی این جنبش جوانان هنگ کنگ برای دموکراسی. اینجا دست نوشته خطاب به تظاهرکنندگان که میگوید شما تنها نیستید. راهبندان ها باعث شده امروز خیلی از بانک ها و ایستگاه های مترو تعطیل باشند. اتوبوس ها در بعضی از خطوط شهری کار نکردند. دولت به علت ناامنی دانشگاه‌ها و مدارس را برای 3 روز تعطیل کرده. نمایندگان پارلمان هنگ کنگ، آن دسته که از چین حمایت می‌کنند، امروز بالا گرفتن خشونت از سوی تظاهرکنندگان را محکوم کردند. ما تکرار می‌کنیم که از دولت به علت بکارگیری همه ابزارهای قانونی برای پایان دادن به خشونت‌ها حمایت می‌کنیم. برای پایان دادن به هرج و مرج، برای حفاظت از جان مردم و برای برگرداندن نظم و برگرداندن هنگ کنگ به مسیر عادی‌اش. طی دیشب در دانشگاه چینی شهر در دو طرف یک پل جنگ و گریزها شاهد خشونت‌های زیاد و بی‌سابقه دو طرف. تظاهرکنندگان که میگویند پلیس از گلوله‌های جنگی و پلاستیکی استفاده کرده است، از کوکتل مولوتوف استفاده کردند، حتی از تیر و کمان.
صحنه‌هایی که نشان از بالا گرفتن یکباره خشونت هاست با ورود پلیس به دانشگاه در این اعتراض‌هایی که حالا تقریبا 6 ماه است که ادامه داشته است. تظاهرکنندگان خواهان تحقیقاتی مستقل درباره خشونت پلیس شدند که دولت محلی اعتنایی به آن نکرده است. امروز چین و هنگ کنگ در یک بزنگاه تاریخی. کاسترونیچی بی بی سی. امسال بیش از 1000 مهاجر که می‌خواستند با گذر از دریای مدیترانه به اروپا سفر کنند، جانشان را از دست دادند. این یکی از خطرناک‌ترین مسیرها در جهان برای پناهجویان است. برای بعضی سفر از لیبی آغاز می‌شود. اورلا گرین، خبرنگار ارشد بی بی سی، با یک خانواده که می‌خواهند از این مسیر به اروپا برسند، ملاقات کرده. Here's how the European dream. رویای اروپا برای برخی اینطور پایان می‌یابد. هلال احمر با دقت از سواحل لیبی تحویلشان می‌گیرد. مرده‌های ناشناس مدیترانه. اما این خانواده اهل کامرون قصد دارند خطر گذر از دریا را به جان بخرند. تا به حال 2 بار امتحان کردند. سرپرستی خدیجه کوچولو و برادرش رنو با عمه و پسر عمه‌شان است. مادرشان برای رساندنشان به اروپا هر چه داشت را داد. این دلفینه، این خدیجه است و اینم رنوه. این عکس مال 1 هفته قبل از مرگ دلفینه. این آخرین عکسیه که از دلفین داریم و این آخرین خاطره از دلفینه. وقتی این عکس رو نگاه میکنیم سعی میکنیم دلفین رو یادمون بیاد. هر روز برای آرامش روحش دعا میکنیم. این دلفین است 1 سال پیش، 34 ساله و مصمم برای یافتن زندگی بهتر. فامیلش به من میگویند دلفین بهشان قدرت داد تا از فقر در وطنشان فرار کنند و به لیبی بیایند. خواهرش دانیل به من میگوید که دلفین در حبس در یک بازداشتگاه وضع هم کرد بدون دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب. او میگوید سفر طولانیشان با قاچاقچیان آدم مثل تجربه سفر به جهنم بود. تجاوزها اینطور اتفاق می افتاد. جلوی پسرها و مردهای دیگه به ما می گفتن لخچیم. ما رو می بردن و هر کاری که می خواستن با ما می کردن. مردها هم کتک می خوردن، واقعا بدجور. اگه کاری که بهشون گفته می شد رو انجام نمی دادن. یه مرد قوی بود که ما فکر میکردیم که اون دیگه میتونه از زندان فرار کنه. قمه برداشتن و ربات‌های پاش رو بریدن، برای همین دیگه نمیتونست تکون بخوره. آخر سرم مرد. برای دلفین مرگ بعد از 2 روز در دریا و در قایق قاچاقچیان بودن فرارسید. او و بچه‌هایش دستگیر شدند و به بازداشتگاه فرستاده شدند، جایی که او در درد مرد. داشت گریه میکرد. من بیدار شدم و پرسیدم چشه؟ گفت سردرد داره. ما حبس بودیم و شب کسی اونجا نبود. من دعا میکردم که آفتاب در بیاد تا مردم بیان. دلفین داشت جلوی من میمرد و من کاری ازم بر نمیومد. رویای دلفین برای رنوی 11 ساله این بود که او در اروپا فوتبالیست شود. من میدونم اگه برم اروپا یاد میگیرم و فردا واسه خودم کسی میشه. چند وقت مدرسه نرفتی؟ 2 سال مدرسه نرفتم. دلت تنگ شده برای مدرسه؟ دلم تنگ شده. رنو قبول میکند که میترسد از دریای مدیترانه عبور کند، اما هنوز به رویای مادرش پای بند است. اورلا گرین، بی بی سی نیوز، تریپولی. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.